بسم الله الرحمن الرحیم. اومدیم برای راهپیمایی از حمایت از خون شهدا، حمایت از خون امام حسین که در روز عاشورا بی حرمتی شد به برای امام حسین، عزاداری امام حسین. بعد این کوردلان بدونن که ما همیشه در صحنه هستیم، کور بشن. بعد از دولتمون هم می‌خوایم که حتما رسیدگی بشه به این افراد، برخورد شدیدی بشه. پیام شما برای رهبران کشورهای اروپایی که ابراز خرسندی کردن و حمایت کردن چیه؟ به اونام پیام همه ملت ما ایران است که کور خوندن. ما همه ایرانی ها با هم هستیم. تمامی آشوبگران همه ایرانی نبودن، واقعا ایرانی نبودن. اینا از نسلای شمر و یزید اون زمان بودن که در روز عاشورا این کار کردن. اونا هم باید بدونن کور خوندن، واقعا کور خوندن. متاسفم براشون. خواهش میکنم. ما این کفن رو تن کردیم که به ملت آمریکا، به ملت انگلیس، به اون ملت هایی که فقط میخوان ایران رو نیست بدونن، بدونن که ایران وجود داره، بدونن که ایرانی همیشه غیرت داره، بدونن که تا وجود داریم، تا خون تو بدنمون هست، پشت ولایت فقیه جونمون هم فدای رهبرمون میکنیم. این کسانی که اومدن در روز عاشورا و به مقدسات مردم توهین کردن، در واقع چه چیزی رو نشون دادن؟ اونا فقط بیشعوری خودشون رو نشون میدن و توهیناتی که دارن به سالار شهیدان میکنن. اینو بهتون میگم، به همه دنیا اعلام بشه هر کی با حسین برافتد در افتد. کسی که بخواد به امام حسین، به سالار شهیدان توهین کنه، اینو بدون که هیچ موقع پابرجا نمیمونه. خود امام حسین، اگه ما ملت ایران هم که هیچی نگیم، خود امام حسین نیست و نابود میکنه اونا رو. انشالله که به این وقت عزیز خودش جوابشونو میده. پیامتون برای سران کشورهای اروپایی که ابراز خرسندی کردن و حمایت کردن از دفتر لشکر اوکراین برامون چیه؟ پیام من به این سران اروپایی اینه، اینا بدونن هرچی هم که این جوانای کم عقل ایرانو که دارن میندازن این وسط، اینو بدونن تا این ملت ایران، تا این ملت شهید پرور و ملت ما هست، هیچ کسی نمیتونه یه لکه ننگ به ملت ما وارد کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل ولی کفر. علت حضور ما اینه که میخوام بگیم که ما در درجه اول مسلمان هستیم و شیعه هستیم. به خاطر همین اساسی ترین نقطه تاریخ تشیع، نقطه سرخ عاشورا است. ما از همینا میخوام به تمام دنیا اعلام کنیم، ای مردم عالم، اون عده‌ای که نمیشناسید عاشورا رو بیاین تحقیق کنید بشناسید، و اون عده‌ای که میشناسید و معاند این نقطه سرخ هستین و معاند این قله اوج هستین، بدونید که ما از جان خودمان 100,000 مرتبه مثل حبیب ابن مظاهران میگذریم، مثل مسلم ابن اوسجهان میگذریم، بلی از تشیع و اسلام و رهبری و ولایت فقیه نمیگذاریم. میخوام از اینجا بهتون بگم که اگر ما ساکت نشستیم، قبل از اون یه چیزی بگم، اگر علی 25 سال خار در چشمش بود و استخوان در گلو، به خاطر وصیت پیغمبر بود. ما اگه ساکتیم به خاطر حکم رهبری به ما اجازه نده. اگر به ما فتوا بدهند، شما سران آمریکا و اسرائیل 10,000 کیلومتر که اون طرف دارین، هیچی محال نه، محاله. شما اگر صدها هزاران کیلومتر همون طرف تر برین، اگر به ما فرمان بدن، میام همونجا پوستتونم میکنیم. علت حضور من به خاطر هدک حرمت برای روز عاشورا بود. یعنی من زمانی که این صحنه رو دیدم، توی تلویزیون مشاهده کردم اینا رو، خیلی ناراحت شدم. خواستم بگم که اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن. امام حسین جوابشون رو میده، امام حسین جوابشون رو میده. آمریکا و انگلیس هیچ غلطی نمیتونن بکنن. پیامتون برای سران کشورهای اروپایی که ابراز حمایت کردن از اختشاشگرا چیه؟ من میخوام بگم که نباید اونا دخالت کنن تو کار مملکت ما، اصلا نباید دخالت کنن. یعنی ما اصلا نیازی نداریم که اونا بیان برای ما تصمیم بگیرن یا با کوچکترین چیزی بخوان اینجوری
شاد بشن و خوشحال بشن. اصلا نمیتونن اونا هیچ کاری بکنن، فقط اونا میتونن از دور مشاهده کنن و فقط بتونن اینا رو تشویق کنن، هیچ کاری نمیتونن بکنن. ما علتم این بودی که روز عاشورا بی حرمتی به آقای امام حسین، به حضرت زینب، بعد 1400 سال دل حضرت زینب رو شکستن. دلم میخواد به همه ایرانیایی که در تمام کشورها هستن هر موقع زیارت عاشورا رو میخونن به لعنش که رسیدن، به اون روزی که اونا اینجا کردن لعن بگن، به همه اونایی که اون روز در دست در کارن و اینایی که 30 ساله دارن از این مال این دنیا میخورن، چه اونایی که باباشون داده چه اونایی که ننه جونشون داده، بخورن خوردن تا حالا برن دیگه، سیر شدن دیگه. اونی که ننه جونشون داده، اونی که بابا بوده، میگه اون که میگه ارث بابام بوده، اونم که میگه ارث ننه جونم بوده، تو این 30 سال خوردن برن دیگه. فقط بی حرمتی به اون روزا. واقعا بعد به مرگ در روز اولم آقا امام خمینی گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، و الانم دارم میگم آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. از زور تا اومدم فقط به خاطر همین، واقعا هیچ غلطی نمیتونه بکنه.